من کودک تن تو مادر منی، تو مادر منی. زیبا ترین من. درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من میذارن که در خدمتتون باشم. جناب فرزاد در اتاق فرمان منو یاری میدن که این برنامه رو به نحو احسن انجام بدم. امروز دو مهمان بسیار گرام من دارم که یکیشون از ایران هست، مهمان ما بوده برای چند بار، و دوست عزیزم از آمریکا هست که میریم به استودیو و به خدمتشون سلام میکنم و شما هم آشنا بشین. بانو سپهری درود بر شما، سپاسگزارم که بار دیگه در خدمتتون هستم و خوشحالم که شما در استودیو هستین و در برنامه هستین و مهمانان عزیز هموطنانمون با شما دو مرتبه با نظریات شما آشنا میشن. جناب مهر به شما هم درود و سلام میگم، خوش آمدید. با درود خدمت شما، خدمت شیرزن قهرمان ایران خانم سپهری و بینندگان خوب تلویزیون آی تی سی. در خدمتتون هستم. سلام میکنم به شما و مهمان برنامه و دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن. من با بانو سپهری شروع میکنم و همیشه طبق معمول از بانو سپهری پرسش میکنم وضعیت زندانیان سیاسی، برادرشون و دیگر هموطنانمون که امضا کننده اون پیمان 14 نفره بودن که الان تعدادشون از جمله آقای دکتر کمال جعفری، برادر بانو سپهری، آقای سپهری، زرتشت راغب، جناب محمدی، لعل محمدی و دیگران که الان اسمشون به یادم نیست پرسش میکنم و از اونا برای بینندگان ما بانو سپهری اطلاعاتی به ما بدین خواهش میکنم. برادرم آقای جعفری و آقای خواستار اینا با هم هستن، الان دیگه داره 3 سال میشه. بله، صداتون قطع شد بانو سپهری. صدای منو دارین بانو سپهری؟ خب متاسفانه اینترنت در ایران اشکال زیادی داره آقای. بله، به خاطر تظاهراتی که داره صورت گرفته و این شورش هایی که اتفاق افتاده امروز، فکر میکنم اصلا اینترنت رو قطع کردن در بعضی جا. بله، در جنوب همونطوری که شما میفرمایید به درستی دسفول و شهر کرد و دیگر جاهایی در جنوب غربی کشورمون الان شلوغ زیاد هست و ظاهرا خبرهایی هم که هر دقیقه میرسه نشون میده که مردم تو خیابونا هستن و تایرها رو آتیش میزنن و تقریبا میشه گفت یک جنگ تن به تن شده تا اینجایی که تا من چند دقیقه پیش مراجعه کرده بودم. امیدوارم که بتونیم بانو سپهری رو داشته باشیم و تا اینکه ایشون بیان جناب مهندس فرزاد سعی میکنن که ایشون رو بگیرن. با شما شروع میکنم جناب بیژن مهرخان. عرشبت که من از اینجا شروع میکنم که امروز آقای هنریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در تهران است و در ضمن یه هیئتی از قطر هم آمدن به ایران و صحبتشون بیشتر مربوط میشه، احتمالاً اینطور که به نظر میرسه این آخرین ملاقات آقای هنریک مورا هست و آخرین صحبتی هست که میخواد با جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه بتونن ایران قانع بکنن که نفت و گاز رو اجازه بدن که خارج بشه و قطری‌ها هم اونجا هستن که از
با کمک اونا برای استخراج گاز به کمک اروپا بیان. و این به نظر میرسه که یک موقعیت بسیار خوبی هست برای جمهوری اسلامی که بتونه از این مشکلی که الان چندین سال هست باهاش روبرو هست بیاد بیرون و از اون دامن روسیه هم خارج بشه و در ضمن کمکی بشه برای مردم ایران. ولی به نظر میرسه که این یه مقدار ما احساس زیادی خوشحالی داریم میکنیم قبل از اینکه این کار انجام بشه. میخواستم ببینم که نظر شما چیه و آیا آقای پوتین که ریش آقای خامنه ای رو در دستش داره اجازه میده این کار انجام بشه یا خیر؟ آقای افشین‌جان به نظر نمیاد که آقای پوتین رضایت بده و در ایران هم اراده ای نیست که از منافع ملی ایران سیانت کنه. ببینید جمهوری اسلامی فرصت های زیادی رو داشت که خودش رو از انزوای جهانی خارج کنه و در جهت منافع ملی قدم بگذاره، اما این کارها رو نکرد برای اینکه ایران رسما، یعنی جمهوری اسلامی رسما به نوکر سوریه تبدیل شده. ما در صنعت گازمون الان 20 ساله که هیچ سرمایه گذاری نکردیم، از پارس جنوبی که با قطر حوزه مشترک داریم هیچ بهره برداری نکردیم، با وجود اینکه ما دومین صادرکننده گاز در جهان هستیم، اما صادرات ما از نظر گاز در حد صفره، یعنی غیر از یه مقدار به ترکیه و یه مقدار به عراق ما هیچ صادراتی نداریم، در صورتی که کشورهایی که از ما خیلی منابع گازشون کمتره میلیاردها دلار از جمله قطر صاحب درآمد هستند. اما به خاطر اینکه به اصطلاح به تجارت روسیه در صنعت گاز لطمه ای وارد نشه، ما تصمیم گرفتیم که 20 سال از این منابع استفاده نکنیم، سرمایه گذاری نکنیم و آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی حافظ منافع روسیه هستند و روسیه هم واقعا به عنوان یک نوکر به جمهوری اسلامی نگاه میکنه. حتی با این اتحادی که بین ایران و روسیه در سوریه شکل گرفت، دیدیم که اون موشکای S-300 و S-400 روسیه که باید از آسمان سوریه حفاظت بکنه، موقعی که هواپیمای اسرائیلی حمله میکنن عمل نمیکنه و مواضع ایران به گفته مقامات اسرائیلی نزدیک به 400 بار بمباران شده و غیر از تلفات به اصطلاح مالی که گذاشته، بیش از 1000 تن از نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای ایرانی در سوریه کشته شدند و همه اینا نشون میده که به چه صورت روسیه داره یک جانبه یک طرفه از منابع ایران، از افراد ایران، از سپاه پاسداران به نفع منافع خودش استفاده میکنه و هیچی هم برای ملت ما باقی نمیگذاره و هیچ ارزشی هم برای منافع ملی ما نداره. من فکر میکنم این هم در همون راستاست. آقای خامنه ای اونقدر به اصطلاح عقل و منطق نداره که بیاد حتی برای یک بارم شده منافع ایران رو ارجح قرار بده و برای سیانت از اون کوشش کنه. بله خیلی ممنون بانو سپریما، در قیبت شما راجع به ورود آقای هنریک مورا که در ایران اومده که بخواد که از جمهوری اسلامی کمک بگیره برای استخراج نفت و گاز به خاطر روسیه و ما خلاصه اینطوری مطرح کردیم که آقای پوتین اجازه نمیده که خامنه ای این کار انجام بشه، برای اینکه در حقیقت به نظر من آقای خامنه ای مستعمره آقای پوتین هست و ایران هم مستعمره کرده و برای اینکه طرفداری بکنه از آقای پوتین و فشار بیارن به اروپا و آمریکا این کارو نخواهد کرد. البته این سوال ممکنه برای شما، سوال من در حقیقت برای شما از ابتدا این بود که وضعیت زندانیان سیاسی رو از جمله افرادی که در جزء 14 نفری که امضا کرده بودن و اگر ممکنه برای بینندگان بفرمایید. عذرخواهی میکنم قطع شد نت و مشکل داشت اینا.
بعد امروز هم همین یک ساعت پیش مطلع شدیم که به خانواده آقای نوریزاد ابلاغیه اومده امروز که پسرشون که یک سال نیم زندان بود باید ظرف 5 روز آینده برگرده زندان. آقای نوریزاد زندان تهران هستن و آقای زردشتم که زندان رفتن دوباره، همه زندانن. برادرم قبل از عید اوایل اسفند تقاضای مرخصی، ما خواهش کردیم که بعد 2 سال بیا، بچه هات خیلی دلتنگن، بچه کوچیکش هنوز 5 سال نداشت که رفته زندان برادرم، و تقاضا که کرد 11 فروردین بهش ابلاغ کرده بودن که در ستاد محترم رسیدگی به جرائم حرفه‌ای و خطرناک همچین چیزی تقاضای شما رد شده، که برادرم گفته بود خب اشکالی نداره، حالا من اینو امضا میکنم، برگه ابلاغیه به من هم بدین. و با خاطر یک برگه که گفته بودن برادرم رو 4 شبانه روز به سلول انفرادی، سلولی که کنار بند 6-1 هست، مال اعدامی ها که شب قبل اعدامی ها رو اونجا میبرن، برادرم 4 شبانه روز از روز قبل از روز جمهوری اسلامی به مدت 4 شبانه روز اونجا برده بودن و خیلی اذیت شد و بسیار معترضیم به این رفتارهای زندانبانا و زندان و افرادی که بالاخره این کارها رو انجام میدن. برادر من الان همین امروز زنگ زده میگه که مگه من چی گفتم که الان 3 سال در زندانم؟ الان تمام مردم دارن فریاد میزنن، میگن نه به گرانی، نه به بی‌عدالتی، نه به همه رفتارهای جمهوری اسلامی زیر سواله. ولی خب این از حال برادر من، بقیه دوستانم همه زندانن، همین امروز تعدادی رو بازداشت کردن. و من امروز دیدم در برنامه اخبار من و تو که میگفت به قول صحبت‌های مثلا خودش داشت صحبت میکرد آقای رئیسی، که من در قوه قضاییه که بودم مطالبه گر بودم و الان که به قوه مجریه اومدم رئیس جمهور شدم پاسخگویم. بله شما در قوه قضایی مطالبه گر بودی، جان مردم رو میگرفتی و اعدام میدادی، حکم اعدام میدادی، و الان هم که اومدی پاسخ کیو دادی؟ چند روز پیش که اسد اومد که باز حق و سهمش رو ببره از ایران، برگشتی ما مذاکره نمی کنیم و ترجیح میدیم که مقاومت کنیم. اینم اوضاع مردم، اینم شرایط مردم. از روزی که اومد خمینی جز دروغ چیز دیگری به مردم نگفت، نه شرقی نه غربی. یعنی چی؟ یعنی نه با شرقیم نه با غرب. الان ما میبینیم خوشیهاشون تو غربه، تمام بدبستوناشون حلقه به گوششون با پوتینه، هرچی پوتین بگه. مستعمره روسیه شدیم ما، نه از قرارداداشون خبر داریم، نه از هم فکریاشون، نه از برنامه هاشون. ما تنها گروهی که اصلا خامنه ای نمیبینه 85 میلیون ملت ایرانه. حواسش به اسد هست، به پوتین هست، به چین هست، به سید حسن هست، به همه این افرادی که یادشون از ملت ایران نمیاد، همونجور که خامنه ای نمیاد. ولی تمام زندگی ما رو خرج اونا میکنه، شرایط رو بسیار سخت کرده. الان که مردم دیگه چند روزه، 5-6 روزه که همش در کف خیابونا هستن. بانی سپری، من ادامه میدم با شما راجع به این که در مشهد چی میگذره. الان ما خبرهایی که تا چند دقیقه پیش میومد در دسفول و اهواز و شهرهای دیگه بسیار شلوغه. الان ساعت تقریبا میشه گفت نزدیک 12 شب شماست، ولی هنوز مردم تو خیابونا هستند و لاستیکا را آتیش میزنن و درگیری دارن با ماموران. در مشهد چه اتفاق میفته؟ اتفاق در جریان است و معلمان در مشهد یا استان خراسان رضوی چه کارهایی دارن انجام میدن با همکاری با بقیه معلمان در قسمت‌های دیگه کشور؟ واقعیتش من امروز نشد برم بیرون از خانه، کار داشتم نشد برم. فراخوان بود، گفته بودن، ولی ما روز 11 اردیبهشت که روز کارگر بود و گفتن روز معلم هم باشه، من و برادرم رفتیم جلو اداره کل.
به قدر نیرو اومده بود، به قدر نیرو اومده بود که اگه ما 100 نفر بودیم نیرو 300 نفر بود. اتوبوس، مینوبوس، نمیدونم وسیله اینا زیاد آورده بودن که مثلا مردم رو بترسونن. و بالاخره اون روز خیلی روزه یک جور حالت خیلی وحشتناکی بود و اصلا هم اجازه ندادن که جلو اداره کل وایستیم. همه رو همجور هل دادن، گفتن برین داخل اداره کل و ما یک چند ساعتی اونجا بودیم و اومدیم. اون روز که خیلی نه جمعیت زیادی بود در مشهد، ولی امروز رو من خبر ندارم. یکی از دوستان امروز گفت که دیشب در بروال وکیل‌آباد بودن تعدادی، ولی من حقیقتش ندیدم چندان حرکتی از مردم مشهد. اگرم بوده من ندیدم واقعیتش. بله جناب مهر، بانو سپری راجع به بشار الاسد و سوریه صحبت کردن. همونطور که شما میدونین روسیه بساطش رو از سوریه جمع کرده و داره یواش یواش بر میگرده، تمام اکوپمنتش و تحصیلاتش و سربازاش و افسراش رو داره بر میگردونه به روسیه. و یکی از علتاش اینه که اول که یه مدار نیاز به پرسنل دارن، دوم این اکوپمنت هایی که اونجا دارن، تحصیلاتی که اونجا دارن میخوان ببرن استفاده بکنن، چون گفته میشه بسیار زیادی از اون مهماتی که داشتن، موشک هایی که داشتن استفاده کردن و ساختن اونا فکر نمی کردن که اینا فکر می کردن در عرض یک هفته حد اکثر کار اوکراین تموم بکنن، ولی الان برگشتن. حالا نتیجه که میخوام از این موضوع بگیرم و شما رو این اکسپند بکنید اینه که دست جمهوری اسلامی اونجا به یه طریقی باز شده یه کمی، برای اینکه الان روسیه نیست، ولی بدبختیش این است که برای جمهوری اسلامی بدبختیش این است که دست اسرائیل هم باز هست، بازتر شده. زمانی که روسیه اونجا بود یک مقدار ملاحظاتی رو اسرائیلیا میکردن، ولی الان که اینا دارن میرن بیرون، البته هنوز کامل نشده خروجشون، دست اسرائیل هم باز خواهد بود و این باعث میشه که اون تحصیلاتی که اونجا هست در مورد جمهوری اسلامی و سپاه بتونن به راحتی بزنن. البته در همین صحبتی که بانو سپهری کردن گفته میشه که آقای خامنه‌ای قولهایی رو به آقای اسد داده و این قولها به این صورت بوده که ظاهرا نزدیک به 1 تریلیون دلار هزینه بازسازی سوریه است و ایشون ظاهرا همچین قولی رو داده و من تعجب نمی کنم، برای اینکه چیزی که برای خامنه‌ای مهم نیست وضعیت ایران و ایرانیه. نظر شما راجع به این تحولات چی هست؟ شما بفرمایید. آقای افشین جان، ببینید احتمالاً این به نفع نیروهای نظامی ایرانه، برای اینکه دیگه اتکا نمی‌کنن به روسیه و اون موشکایی که وقتی هواپیماهای اسرائیلی پرواز می‌کنن عمل نمی‌کنه، شاید بتونن از خودشون بهتر دفاع کنن. ولی اصولاً لازمه حضور جمهوری اسلامی با این همه تلفات انسانی و با این همه مخارج در سوریه چی هست؟ ببینید آقای فلاحت پیشه که یکی از نمایندگان مجلس در همین شورای روابط خارجی مجلس جمهوری اسلامی است، تا سال 2018 گفتن که سرمایه گذاری ایران و هزینه ایران در سوریه نزدیک به 30 میلیارد دلار بوده و احتمالاً از اون موقع تا حالا هم خیلی بیشتر از این حرف هست، یعنی یه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار حداقلش جمهوری اسلامی در سوریه هزینه کرده. در جنوب لبنان، بازسازی لبنان بعد از جنگ 33 روزه نزدیک به 16 میلیارد دلار برای ملت ایران هزینه داشت. جنگ یمن میلیاردها دلار هزینه داره. کمک کردن به نیروهای حشد الشعبی و این شبه نظامیان در عراق، نیروهایی که به هر حال اینا در آفریقا دارن یا در سودان و اینها سرمایه گذاری کردن، همه اینها با هزینه ملت ایرانه. بچه های لبنان در مدرسه هایی که از نظر استاندارد با مدارس آمریکا و اروپا رقابت میکنه به خرج ایران ساخته شده دارن میرن مدرسه. بچه های ایرانی
در بلوچستان در کپر و نمیدونم چادر و طویله دارن میرن مدرسه. نزدیک 1 میلیون ایرانی در بلوچستان شناسنامه نداره و این جمهوری اسلامی این هزینه ها رو از جیب ملت ایران میکنه و بازدهش هم غیر از انزوای سیاسی، غیر از اینکه در جهان منزوی بشه و هیچ تعاملی نداشته باشه و این تحریما رو برای خودش بخره و سیاست خارجیشو تبدیل به بزرگترین تهدید امنیت ملی بکنه، هیچ کار دیگه ای نکرده و این وضع دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. و الان ما اون چیزی که نگرانش بودیم، یعنی قیام گرسنگان، در راه. امروز خبرها رو دیدید، فیلم‌ها رو دیدید، در اقصا نقاط کشور مردم حمله کردن به فروشگاه‌ها برای که چاره دیگه ای ندارن. البته این راهش نیست، ولیکن جامعه مدنی باید متشکل بشه. جامعه مدنی که رهبرانشون خانم سپهری است، آقای هاشم معلم فداکار که الان در زندان هست، برادر هاشم خواستار و تمام کسانی که به هر حال زحمت کشیدن و حق دارن برای جامعه مدنی، این رو شکل بدن، قدرتمندش بکنن و از مردم بخوان که برای عدالت، برای پاکدستی، برای کارآمدی و برای بازگشتن سرمایه های ایران که دست آقای خامنه ایه، حساب چه میدونم ستاد اجرایی امام به نوشته رویتر 95 میلیارد دلار سرمایه داره، آستان قدس رضوی نزدیک 100 میلیارد دلار سرمایه داره، نمیدونم تولیت حضرت معصومه، بنیاد شهید، بنیاد جانباز، اینا همه 48% به گفته خودشون، به گفته آقای نووی 48% اقتصاد ایران رو قبضه کردن و به جای اینکه این پولها رو خرج ملت ایران، خرج رفاهیات شهروندان ایران بکنن، دارن خرج ماجراجویی و ترقبازیهای خودشون میکنن و با این همه تلفات و این همه سرشکستگی من نمیدونم چجوری اینا اصلا روشون میشه که زنده بمونن. و واقعا هر دولتی در هر جای جهان یک همچین خساراتی رو به ملت وارد میکرد، یا مردم اونو برکنارش میکرد یا خودش میرفت کنار. ولی متاسفانه به خاطر ضعف جامعه مدنی که الان در حال شکلگیریه به همت قهرمانانی مثل خانم سپهری، باید ما یه خود کمربنده رو صفر کنیم و مطالبه عدالت، پاکدستی، مبارزه با فساد و بازگشت سرمایه های مردم به خزانه ملت رو بکنیم. بله جناب، مطالب مهمی رو گفتین و از این در این رابطه وقتی که آدم نگاه میکنه، تا چند وقت پیش صحبت از این بود که مردم پای مرغ میخورن، پوست مرغ میخورن، الان توی صف باید وایسن نون بخورن و ظاهرا، البته نه ظاهرا بلکه آماری که داده میشه، مصرف نون در ایران چندین برابر کشورهای این معدلش هست، کشورهای دیگه است. این آقای سردار صنایع راد، معاون دفتر امنیتی و سیاسی قوا، گفته که مردم ایران زیاد نون میخورن. یکی نیست به این آقا بگه که اگه چیزی دیگه بهشون بگی بدین حتما میخورن، ولی اگه نداشته باشن تنها چیزی که مونده فقط نون هست. قبلا یکم دست سیب زمینی هم میخوردن، تخم مرغ هم میخوردن، ولی الان با وضعیتی که الان پیش اومده اونا رو هم گذاشتن کنار. بنابراین این آقایون سردار صناعی و دیگران مشکلی ندارن، بنابراین این مشکل رو نمیبینن و اطلاعاتی که میدن واقعا نشون میده که از درد مردم خبری ندارن. روی سخن دارم با بانو سپهری و اون این که با این همه مشکلاتی که بانو سپهری مردم دارن و این همه زجری که دارن میکشن، بچه هایی که بیرن تو خیابون دنبال زایعات میگردن، مردم توی سطل خاک زایعات پسمانده غذاها رو میخورن، یا حدود چند میلیون بچه به مدرسه نمیرن، سوال اینه که ما باید به کجا برسیم که مردم واقعا بیان تو خیابون و حقشون رو بگیرن؟ ادامه این پرسش هم اینه که آیا مردم ما در ایران با وضعیتی که داریم، با منابع
عالی که ما در روی زمین در زیر زمین داریم، آیا مردم ما فقط زنده هستند یا دارن زندگی میکنن و چه کار باید بشه، چه در داخل ایران و چه در از خارج ایران، که مردم ما به یک زندگی معمولی برسن؟ از سردارای جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی بود که گفت قاسم سلیمانی 6 تا لشکر درست کرد، نمیدونم 8 تا شعبی و نمیدونم حوثی های یمن همجور میشمرد. خب اینا همه هزینه داره. اگر جمهوری اسلامی این هزینه هایی که میره خارج از کشور و کودکان سوری رو میکشه خرج مردم میکرد، مردم الان رفاهی داشتن، آسایشی داشتن، آرامشی داشتن. مردم زیاد مطالبه کردن، مردم زیاد اومدن به خیابون. سال 96 سرکوب شدن، 97 اومدن سرکوب شدن، 98 که دیگه اصلا آمار کشته ها مشخص هنوز نشده، همتی گفت اگه به من رأی بدین من آمار کشته های 98 رو به شما خواهم داد. الان مردم اومدن به خیابون، مردم هستن، ولی خب الان دیگه مردم گرسنه‌ان. شما امروز دیدین و گفتین، آقای مهرم گفتن که امروز مردم به فروشگاه ها حمله کردن. گرسنگی دیگه یه چیزی نیست که کسی بتونه تحمل کنه. الان دیگه تحمل مردم تمام شده و این وضعیت با جمهوری اسلامی مطمئن باشین که تسویه حساب خواهند کرد مردم. دیگه الان نه شرایطی مونده که مردم صبر کنن، نه شرایطی مونده که مردم بگن آره حسن بره، نمیدونم ابرام بیا، ابرام بره، محمود بیاد، محمود بره، نمیدونم رفتن. اینا دیگه الان این وعده ها و این حرف ها هم اصلا دیگه جواب نمیده. جمهوری اسلامی هم اصلا زبان مذاکره و همراهی با ملت رو نه در برنامهش بوده و نه هست. این همه معلمین اومدن و مطالبه کردن، حقی که در قانون اساسی مصوب شده، رتبه بندی رو، آموزش رایگان رو، اصلا جمهوری اسلامی به هیچ تعهدش عمل نکرده و الان هم شرایط بسیار سخت شده به جمهوری اسلامی. درسته شرایط مردم هم خیلی سخته، ولی شرایط جمهوری اسلامی سخت‌تر از شرایط مردمه. اگه سرکوب میکنه الان، اگه امروز تعدادی رو بازداشت کرده، همه اینا از ترسشه کم آورده و الان مردم همه در کف خیابونن. نیست که بگیم آره مردم کمکاری کردن یا همت نکردن، مردم همراه بودن و هست. در این مورد بانو سپری، من یک خبری قبل از اینکه این برنامه شروع بشه گرفتم، صحت و سقمشو نمیدونم، ولی گفته شده که جمهوری اسلامی برای 3-4 روز دیگه قرار هست که این فاطمیون و بعضی از زینبیون و 8 شعبی و کسانی که در خارج داره رو بیاره به ایران برای سرکوب مردم، به خاطری که اون چیزی که در بدنه سپاه میبینه اونا دیگه فرمان قبول نمی کنند و یا اینکه حاضر نیستن دست به روی هموطنانشون بردارن. البته این ممکنه برای همه صادق نباشه، ولی یه عده‌ای هستن که قبلا هم این موضوع رو ما داشتیم که یه عده‌ای نمیخواستن و نمی اومدن. امیدوارم که اون 8 شعبی و دیگران که گفته میشه بیان نیان، و اگر آمدن هموطنان ما سپاهیان، اونایی که مردمی هستن، در مقابل اونا بایستن. و اگر این موضوع صحبت باشه، نظر شما چیه بانو سپری؟ آیا اینا شما ممکن میدونین این همچه اتفاقی بیفته؟ احتمال داره، چون خودشونم افتخار میکردم، حالا اسمشو نمیدونم، که میگفت که اگر که نیروهای خودمون کمک نکنن، ما از خارج فاطمیون، نمیدونم زینبیون، 8 شعبی ها هستن برای ما، حالا اونا هم بیان امتحان بدن دیگه، چکار کنیم؟ چاره ای نیست، بذاریم اونا رو هم بیارن، باز نون مردم رو بدن برای اونا و گلوله و تفنگ بدن دست مردم رو بکشن دیگه. الان چاره ای نیست، الان شرایط جوری نشده دیگه که بخوان مردم صبر کنن بگن آره حالا بذاریم ببینیم. الان 9 ماه خورده ای گذشت از دولت رئیسی،
و شرایطی به وجود اومده که در کل میگن 100 سال اخیر نبوده. پس دیگه الان چیزی مردم برای از دست دادن ندارم. طرف میگه دیگه من جونم هم بگیرن. طرف میگه من اعضای بدنمو میخوام اهدا کنم. شاید لقمه نون برای زن و بچه‌ام تهیه بشه. و جوری که دیگه طرف میمیره، اعضای بدن احیا مثلا کلیش نیست، گفته قلبمو میدم. پس این شرایطی که برای مردم معنی نداره که الان مردم زنده نیستن. اصلا زنده وجود نداره تو ایران. پس دیگه این تلاش باید بکنن. حالا میخواد فاطمیون بیان، زینبیون بیان. در 88 هم بود که میگفتن از لبنان آوردن. خب جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده دیگه. الان گفتن آقای مهر جنگ 33 روزه لبنان رو به سرعت درست کردن. اون سردار شاطری که کشته شد در سوریه خودش اومد. الان هست صحبتاش که ما رفتیم همه چیز ساختیم. حتی پنجره هاشون اینا دوست داشتن که روبرو با خونه هم باز بشه. او رو هم پیش بینی کردیم. و من 5-6 سال پیش رفتم اهواز، میگفت هنوز جنگ ایران و عراق ادامه داره. یعنی مسجد جامعه خرمشهر رو من دیدم هنوز ویرانه بود. پس دیگه احتمالاً سرمایه گذاری که کرده بیان و خب ملت ایران هم هستن. ولو دستشون خالی باشه. مطمئنیم که مردم از پس فاطمیون و زینبیون و هشت شعبی هم برخواهد. مطمئنیم. مردم ایران غیرت دارن، همت دارن، همراه. اینجا من با شما آقای خامنه ای امتحان کن. من با شما موافقم. مردم اگر ببینن که یک غیر از ایرانی هم وارد بشه که بخواد اینا رو سرکوب بکنه، من مطمئن هستم که از بدنه سپاه هم کمک خواهند گرفت. اگر ممکنه جناب فرزاد دو تا کلیپ کوچیک خیلی کوتاه داریم، اگر ممکنه این دو تا کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. ما سه تا کلیپ دیدیم. یکیش که واقعا من وقتی که داشتم ریویو میکردم به شدت گریه کردم. اون کسی که خودش آتش زد، درد بسیار غم‌انگیزیه که کسی بخواد با این وضعیت خودشو از بین ببره. یعنی راه های دیگه هم هست، ولی باید به یک جایی برسه که کسی بخواد خودش آتیش بزن. ببخشید. جناب مهر، این پرسش دارم. محاکمه آقای نوری در سوئد به پایان رسید و گفته شده که دادستان حد اکثر حکم برای ایشون خواسته. از طرف دیگه در همین هفته این اتفاقات در این هفته افتاد. دادگاه بلژیک امیر سعدونی رو که پژوهش خواسته بود از 15 سال به 18 سال اضافه کردن و نسیمه نعامی هم همون 18 سال نگه داشتن. مهرداد عارفانی اونم 17 سال حکم داشت، اونم تایید کردن. مهرداد عارفانی یک شاعری بود که نفوذی بود و اون هر دو نفر دیگه هم همینطور. اسد اسداللهی که کاردار جمهوری اسلامی بود، اولین دیپلماتی هست که در خارج از کشور محاکمه میشه، چون بقیه هم
جنایت کردن، میدونیم در جنایت کردن، ولی اونا مصونیت سیاسی خواسته بودن. اسداللهی هم همینطور مصونیت خواسته بود، ولی چون در خارج از محوطه کاریش بود اینو به عنوان اینکه مصونیت داره بهش ندادن. مصونیت زمانی میتونه داشته باشه که در محل کار خودش باشه، در کشوری که اقامت داره داره. و اینو برای این عنوان آوردم که ممکنه بخوان که این نوری رو تاخت بزنن. و الان دو تا فرانسوی دیروز گرفتن یا پریروز گرفتن و یه دونم سوئدی رو در فرودگاه ایران گرفتن. میخواستم بدم که شما چی فکر میکنین؟ آیا این آبروریزی که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و این محاکماتی هم که انجام شده چطور میتونه جمهوری اسلامی اینو تحمل بکنه؟ یک. دو، این سرفکندگی که برای ما ایرونیا پیش میاد، یعنی یک نفر کسانی که ایرانی ها رو میشناسن و یا با حکومت ایران آشنایی دارن، مخصوصا دیپلمات ها، میدونن چه اتفاقاتی داره میفته، مردم رو جدا میکنن، ولی همه مردم این مسائل رو نمیبینن، نمیتونن. وضعیت به اصطلاح آبروی مردم ما در جلوی خط هست. میخوام بگم که با صحبت هایی که بانو سپهری کردن و ما پرسش کردم که آیا مردم ما زندگی میکنن یا فقط زنده هستن، و بعدم قبل از اون پرسش کردم چه اتفاقاتی باید بیفته که ما بتونیم بریزیم تو خیابون، چه کارهایی از من، از شما، از دیگران که در ایران هستن برمیاد که این جرثومه فساد رو از کشورمون خارج بکنه. من امروز در فیسبوک هم نوشتم خامنه ای در سالهای آخر زندگیشه. من نوشتم که مثل بن لادن اگر که بمیره، یا بتونم واژه بهتری رو بگم، سقط بشه، من افشینجم حاضر نیستم که اونو در ایران دفنش بکنن. حتی اگر که دفنش بکنن مثل خمینی، پس از اینکه رژیم عوض بشه استخوناشو بعد بریزن تو اقیانوس ها. اینقدر زجری که به مردم ما دادن واقعا قابل قبول نیست، با هیچ استانداردی قابل قبول نیست. جناب مهمن، ممکنه که اگزاجره بکنم، زیاده روی بکنم، نظرتون راجع به این نکاتی که چندین نکته رو من گفتم نظرتون چی هست؟ آقای افشینجان، ببینید، این که جهان میدونه با چه حکومتی طرف هست کاملا واضحه. اینها از گروگانگیری سفارت آمریکا بگیرید تا گروگانهایی که در لبنان گرفتن، گروگانهای آمریکایی، گروگانهای فرانسوی، و اینها رو با قاتلین بختیار و قاتلین زندیات عبدالرحمن برومند و اینها معاوضه کردن. خب اینا همه رو دیگه میدونن دیگه. این به نظر من این جریان نوری هم در همون رابطه است. احتمالا اونایی هم که در بلژیک گرفتن با گروگانهای دیگه تاخت زده میشن. این که این جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستیه همه میدونن، جهان هم میدونه، اما هیچ اجماع جهانی برای برداشتن این حکومت وجود نداره. ببینید، در زمان شاه اجماع جهانی بود، کنفرانس گوادالوپ، آقای کارتر، آقای ژیسکار دستان، آقای هلموت اشمیت تصمیم گرفتن که شاه بره. وقتی که شاه رفت، یک کشور پربار، پر آب، ثروتمند که رشد اقتصادیش 10.5% در سال بود رو برای انقلابیون به جا گذاشت. 40 سال از اون موقع گذشته، ایران الان به مرحله فروپاشی رسیده. یعنی هر فروپاشی که شما فکرشو بکنید در ایران صورت گرفته. فروپاشی اقتصادی صورت گرفته، فروپاشی سیاسی صورت گرفته، فروپاشی اقلیمی صورت گرفته، فروپاشی اخلاقی صورت گرفته. تنها فروپاشی که صورت نگرفته فروپاشی سرنیزه و فروپاشی امنیتیه که اون هم نسبیه.
یعنی هنوز مردم سر همدیگه رو در خیابان نمی برن. اما اونم امکان داره اتفاق بیفته اگر این آخرین فروپاشی که فروپاشی امنیتی است شکل بگیره و یک کشوری که به هر حال با بحران‌های مختلف روبروه، نان درش نیست، آزادی درش نیست، وضعیت کودکان اسفناکترین کشور جهانه، همه اینا وجود داره، در معرض یک خطر بزرگه و اون خطر بزرگ هم اجماع امنیتیه. ببینید اجماع زمان شاه اجماع جهانی بود برای بردن شاه، الان اجماع جهانی نیست، برای اینکه این حکومت نفت داره برای غرب. اگر جمهوری اسلامی نبود آمریکا چگونه میتوانست 550 میلیارد دلار اسلحه بفروشه به عربستان یا به قطر یا به امارات؟ اگر این حکومت نبود چجوری نفت ارزون رو میتونستن بخرن که ایران الان داره التماس میکنه برای فروش نفتش؟ بنابراین این جمهوری اسلامی نفت داره، اما این حکومت با این ظلم باید فروریزی کنه و وقتی که این حکومت فروپاشی کرد اون موقع است که توطئه‌های جهانی که این سازمان‌های امنیتی برای ایران تدارک دادن یک وضعیت بسیار بسیار خطرناک رو برای ما به وجود میاره. بنابراین خیلی مهمه که جامعه مدنی مردم رو بسیج کنه برای دفاع از یک پارچگی کشور، مردم رو بسیج کنه برای مطالبه گری، عدالت، برای پاکدستی، برای کارآمدی، و این فقط کار جامعه مدنیه. و اگر غیر از این باشه و ایران رو به سرنوشت بسپاریم، مطمئن باشید که سرنوشت بدی در انتظار ایرانه، برای اینکه این حکومت قابلیت پاسخگویی به مطالبات مردم رو نداره مگر اینکه مجبور بشه، و اجبارش هم با اعتراضات عمومی، با رهبری جامعه مدنی و خواسته به اصطلاح مبارزات برحق و مطالبات برحق بشونه که اونها باید هر چه زودتر انجام بشه. ما در وضعیتی هستیم که اینها اصلا براشون مهم نیست. وقتی که پول ایران رو برمی‌دارن میبرن جای دیگه خرج میکنن، فساد گسترده، دزدی که تا به حال در هیچ جای دنیا، من فکر نمیکنم هیچ دزدی در جهان 3 میلیارد دلار پول اختلاس کرده باشه بعدم بیاد در کانادا اونجا زندگیشو بکنه، کسی هم کاری به کارش نداشته باشه. خب اینا نشون میده که اینا ضد ایرانی هستن، هیچ ارزشی برای پول ایران قائل نیستن. آقای افشینجم، اگر جمهوری اسلامی برخورد نشه باش، متوقف نشه با این اعمال خلافی که داره میکنه، مثل یه دزدی میمونه که میاد طلا و جواهر و فرش و اساس و قابلمه و نمیدونم رخت خواب شما رو میدزده، موقع رفتنم زنگ در و قفل در و اینا رو هم باز میکنه میره و یک سرزمین کاملا سوخته داره تحویل مردم ایران میده که نشه باش کاری کرد. بنابراین وضعیت بحرانیه. من از تمام سروران عزیز در ایران، خانم سپهری، دوستان دیگه میخوام که یک اجماعی بکنن و این مطالبات رو بیان و به اصطلاح مطالبه گری کنن و مردم رو هدایت کنن. مردمم ببینید، مردمم الان واقعا موندن، چون هیچ آلترناتیوی وجود نداره، هیچ طرح و برنامه‌ای وجود نداره. چند وقت پیش در اوکراین وقتی که به بحران اقتصادی برخوردن، مردم رفتن و این نمایندگانشون رو یک کیک انداختن تو سطلای زباله، و ما باید یه همچین کارایی بکنیم، برای اینکه این مجلس که کاری برای ملت نمی‌کنه، دولت هم که توانایی نداره، ولایت فقیه هم که حواسش به آقای پوتین بیشتر تا مردم ایران. برای این خود ما و خود جامعه مدنیه که باید دستاشو بالا بزنه و یک کار اساسی انجام بده. بله درسته، شما راجع به اون 3 میلیارد دلار گفتین، همین آقا که در کانادا هم هست و من بارها راجع بهش صحبت کردم و گفتم که اگر دست جمهوری اسلامی همکار نداشته باشه، یک نفر نمیتونه 3 میلیارد دلار رو خارج بکنه. همین آدم کسی هم دنبالش نیست. بله، و همین آدم در روز قدس عکساش هست با اون چفیه فلسطینی که آقا خامنه‌ای روی گردنش میندازه، همین آقا عکسش اونجا هست و کاملا شما درست میگی. من یه نکته رو اضافه بکنم قبل از اینکه از بانو سپری پرسشی بکنم، و اونی که این آقای اسدالله اسدی که کاردار بود
بمبی که آورده بود که میخواست در پاریس منفجر بکنه از طریق هواپیما آورده و بعدم توی ماشینش با همسرش و کودکش اینو حمل میکرده. شما فکرشو بکنین که یه کسی که نمیتونه همینطوری بمب با خودش بیاره تو هواپیما مگر اینکه کمک بکنن بیارنش، و بعدم این یک جرم خیلی بزرگیه. ما حالا اون دوتا موشکی که زدن هواپیمای اوکراینی رو انداختن، حالا اون جای خودش هست، ولی همین این هم باید بیشتر از دنیا کشورهای جهانی باید برن بخیر ظریف رو بگیرن، خامنه ای رو بگیرن، تمام سران رو بگیرن، برای اینکه اینا دستشون بوده که این کار رو کردن. بنابراین موضوع واقعا، یعنی وقتی که شما میشکافین برین دو عمقش ببینین چقدر مسئله ساز هست. الان متاسفانه 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من میخواستم که این فرصت رو بدم به بانو و سپری و ازشون بخوام که هر چی که در دلشون هست، هر چی که میخوان به مردم بگن، به مردم ایرانیای داخل بگن، به خارج بگن، هر چی که هست خواهش میکنم گویانه دست شماست. بفرمایید. مردم ایران در داخل ایران دارن وظیفه‌شون رو به درستی انجام میدن آقای مه. وظیفه شما و دوستانی که خارج از کشور هست، 2 وظیفه داریم به نظر من ایرانی و یک زن. یکی این که آلترناتیوی که گفتیم قبول، باید این در خارج از کشور شکل بگیره. همین امروز صبح آقای شهابی رو که از صنف اتوبوسرانی بود از تو خونش بردن، پس لذا نمیتونه کسی بیاد به عنوان رهبر و آلترناتیو خودشو معرفی کنه. وظیفه شما که در خارج از کشور هستین. و دوم این که شماها صدای ما بشین در خارج از کشور، که اجازه ندن به اینا رو بیرون کنن از کشوراشون، سفارتاشون رو ببندن، اینا رو بیرون کنن از کشوراشون، اینا رسمیت اینا رو بگیرن. وظیفه شماهایی که صدای ما بشین. شما گفتین اگر همراهی نکنن اسلحه‌هاشون فروخته نمیشه. شما برین بگین بس دیگه، الان 40 ساله با آمدن جمهوری اسلامی کل خاورمیانه آتیشه. بگذاریم که به کشورهای دیگه هم اصابت کرده، سرایت کرده، پس باید جلوشو خارجم بگیرن. تنها ما نمیتونیم از عهده جمهوری اسلامی بر بیاییم. بله. بله. بفرمایید جناب مهر، بفرمایید. این چند کلمه ما در خدمتتون هستیم خانم، ولی به هر حال ارزش و جایگاهی که شما عزیزان در داخل کشور دارید با خارج از کشور قابل مقایسه نیست. کاش که بود، ولی به هر حال شما هستید که دارید هزینه میدید، شما هستید که دارید فداکاری میکنید، و ما هم هر کاری که از دستمون بر بیاد در خدمت شما هستیم. بله. بانو سپهری، مطالبی که شما گفتین، این دوتا درخواستی که داشتین کاملا و درسته. این کوتاهی ما بوده در این 43 سال و من هم خودم شخصا صدام سر این موضوع، خودم اول خودم رو بلیم میکنم، یعنی مقصر میدونم و بقیه هموطنانم همینطور. ما نتونستیم اون کاری که باید در خارج از کشور بکنیم با تمام تسهیلاتی که در اختیار ما هست، نتونستیم اون کاری که باید بکنیم نکردیم. البته جناب مهر به درستی گفتن، شما هستین که در داخل در صف اول قرار گرفتین و تا به امروز تمام کشتاری که دادین، تمام زخمیایی که دادین از اونجا بوده، ولی و بعدم بلند شدن برای برانداختن عرشبت حضورتون که جمهوری اسلامی از داخل هست و ما هم باید پشتیبان شما باشیم و هر کاری هم که از دست ما بر بیاد باید بکنیم. من از شما سپاسگزارم بانو سپهری که باز هم در این برنامه شرکت کردین. جناب مهر سپاسگزارم از شما که میدونستم روز سرتونم سرم شلوغ بود و تشریف آوردین. بسیار از شما دو عزیزان سپاسگزارم. با امید دیدار بعدی. ممنون از شما، با آرزوی پیروزی برای خانم سپهری و همه یاران در ایران. Thank you.
آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.